بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله با در نظر گرفتن مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ایران جهت تسهیل بر ایشان زکات فطره متناسبی با وضعیت فعلی مردم جامعه اعلام کردند. بر همین اساس طبق اعلام دفتر معظم الله میزان زکات فطریه اعلام شده برای ساکنین شهرستان‌های مختلف ایران 14000 تومان و برای ساکنان تهران 20000 تومان است. گفتنی است حضرت آیت الله العظمی شیرازی دامظله در 22 جلسه علمی که دو شب پیش در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار شد، در پاسخ به پرسش یکی از حاضرین درباره جنس و مقدار زکات فطره و اینکه آیا قیمت 3 کیلو نان کفایت می‌کند فرمودند: در مسئله فطریه خود ادله داره و مشهور فقها قائل بهش هستن، که من اینجور که این آروه که 41 حاشیه داره دیدم، این فقهای معاصر هیچ کدومشون مخالف نیست و اونیه در فطریه نون هم جایز آدم بده. خب حتی دیدم صاحب جواهر گذشته از جواهر در رساله عملیه که فتواست نجات العباد، اونجا تصریح داره که نون رو جایز فطریه داد و هر نونی به هر قیمتی باشه. وقتی که به خبز این بالخصوص شد، وقت نون در مثل ایران تو بازار 3 کیلوش کمتر 20 تومن میشه، میگم کمتر 14 تومن میشه. یعنی بعضی ها رفتن عرض کردم یه چند جا اصلا گرفتن نونها رو وزن کردن، لحاظه از من پرسیدن به خاطر اینکه تو ایران غالبا مردم توانشون زیاد نیست، حالا یه عده‌ای هستن وضع مالشون خوبه اما غالبا خوب نیستن. عرض کردم که فطریه برای شهرستان ها 14000 تومن، برای تهران که خورده گرونه اونم از باب احتیاط حتی 14 تومن هم احتیاطه. گفتن وزن کردیم 3 کیلو نون 13 تومن 12 تومن شده و برای تهران 20 تومن، این اقلشه. بله مستحب الان فعل الفقیر را بده، مستحب نواجب این اکثر خوراک متعارف خودش، یعنی کسی دوره سال غالبا برنج میخوره، گوشت میخوره، این پول 3 کیلو گوشت بده، پول 3 کیلو برنج بده، اینا مستحباته. اما اونی که الزامیه ظاهرا الان اقلش خبزه، ولهذا من اقل را عرض کردم. به خدا هم عرض کردم خدا یا طبق عدل شرعیه من تسهیل بر بنده ها میکنم، تو هم بر من تسهیل کن. خلاصه نباید بر مردم سخت گرفت. گفت این مستحبه، بله، اما خیال نکنن که فطریه باید اینقدر بدن یا اینقدر زیاد، باید بیان کنن چون خیلی ها براشون مشکله. لهذا اگه گندم و جو میده هر کدومو بده، اشکال نداره. حتی گندم و جوی که به مرغ و خروس میدن که یعنی هم سبوس داره هم یه قدری خاک داره، چون زمان معصومین گندم و جو اینجور نبوده که سبوس نداشته باشه، اون استثناء بوده. حضرت امیر صلوات الله علیه فرمودن ولو شئت لهدیت الطریق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح. قمح پوسکنده اصلا کم بوده زمان معصومین، طرف میگرفته اگه میخواسته تو خون خودش پوست میکنده اینا رو، یعنی لازم نیست پوسکنده باشه، اما با سبوسش که باشه اشکال نداره. آها گندم و جو الان گرونتر از نون در میاد. گندم پرسیدن کیلوی مثلا 10 تومن 8 تومن 9 تومن 11 12 تومن، اما نون نه کمتره. لهذا اقلش نونه و خبز را این عروه 41 حاشیه فقط 3 نفر حاشیه کردن توش، من دیدم که هیچ کدومشون هم زنده نیستن الان، فوت شدن، و یکیشون هم اصلا حاشیهش کلا حاشیه است. گفته نون بده فقط یه ریزه بیشتر بده که جبران آبش بشه، یعنی فرض کنید 3 کیلو و مثلا ربع کیلو که اون یعنی آردش رو حساب کرده. اما نون تو بازار الان چنه؟
گفتنی است طبق بررسی‌های انجام شده 3 کیلو نان یا آرد در حال حاضر در تهران حدود 20,000 تومان و در شهرستان ایران حدود 14,000 تومان است.